میرسیم به مبحث ترکینگ ترکینگ توی موشن برای این انجام میشه یا تو هر نرم افزار دیگه ای که شما یک چیزی رو توی تصویر بتونید دنبال بکنید بدون اینکه اون رو دستی انیمه بکنید به طور مثال شما بخواید یه بخشی از یه تصویر رو جانشین کنید یه چیزی رو با تصویر مچ کنید یا حالا کارهای شبیه این به طور مثال من ممکنه اینجا بخوام یه چیزی رو جای این گوی سفیدی که اینجا داریم بذارم اول شما تصویرتون انتخاب میکنید میاید توی بیهیویر و بیهیویر موشن ترکینگ شما توی قسمت خود موشن ترک آنالایز موشن که برای تجزی و تحلیل کردن یه حرکت توی تصویر مچ موف که برای مچ کردن یه تصویر با تصویر دیگه است استیبلایز که برای گرفتن حرکت های, مش... حرکت های تند دوربینی که توی تصویر انجام شده و آن استیبلایز که برعکسشه خب اینجا ما از آنالایز موشن شروع میکنیم و همونطور که شما میبینید وقتی این بیهیویر رو اضافه کنید به تصویر یه نقطه زرد توی تصویر دیده میشه به این معنا که شما میتونید اون رو یه جایی قرار بدید و تصویر رو ترک بکنید الان تصویر من به این صورته و من حالا این نقطه سفید رو انتخاب کردم برای ترک علت انتخاب شدن این نقطه سفید و علت اینکه که من اینو انتخاب کردم اینه که کنتراست نسبتا خوبی با بقیه تصویر داره اگر شما پیکسل هایی که توی تصویر میخواید دنبال بکنید با پیکسل های همجوارشون تفاوت زیادی داشته باشن نرم افزار حرکت اونا راحت میتونه تشخیص بده یعنی به طور مثال راحت میتونه بفهمه که این پیکسل توی این فریم اگه اینجا بوده توی فریم بعدی کجا آمده اما اگر با پیکس پیکسل های همجوارش خیلی نزدیک باشه خب نرم افزار نمیتونه اون رو ترک بکنه به طور مثال شما نمیتونید مثلا یعنی یه نقطه مثل این رو اینجا توی آسمون ترک بکنید باید یه چیزی باشه که قابل تفکیک باشه برای نرم افزار خب آنالایز برای شروع کردن آنالیز شماست به معنی اینکه شما آنالیز رو بزنین شروع می‌کنه به دنبال کردن اون نقطه حالا ممکن شما بگین خب من از اینجا به قبل رو ندارم از اینجا به بعد رو الان ترک کردم شما ریورس رو اینجا فقط کافی فعال بکنید و آنالایز رو دوباره بزنید تا برعکس برای شما آنالیز بکنه یعنی اگر رو به جلو بخواید ترک بکنید بعد آنالیز رو بزنید و اگر رو به عقب بخواید ترک بکنید بعد کلید ریورس رو اینجا فعال بکنید خب همونطور که شما اینجا میبینید الان این ترک انجام شده اگر میخواید از درست بودن ترکتون مطمئن بشید بهتره یه بار تصویر رو پلی بکنید و توی اینجا نگاه بکنید ببینید آیا این نقطه قرمز یه حد های عجیب غریب و خودش نشون میده یا نه مثلا من اگر یه نقطه دیگه به تصویر اضافه بکنم اجازه بدید من این ترک یک رو غیر فعال بکنم ترک دوم رو مثلا اگه یه جایی بیام بذارم که خیلی راحت نباشه ترکش مثلا مثل این نوار چون شما میبینید الان پیکسل ها اینجا با هم تفاوتشون زیاد نیست از اینجا تا اینجا پیکسل های یه رنگ و یه شکل هن. پس خیلی احتمال اشتباه نرم افزار زیاده من اگه اینجا آنالیز رو بزنم شما همونطور که میبینید یه همچین اتفاقی میفته چون نمیتونه بفهمه اون پیکسل دقیقا کجاست و یه همچین چیزی رو شما میبینید البته اینجا من چون این ترک رو نمیخوام اون رو ریموو میکنم و همون ترک یکم هم رو میبینم خب حالا فرضم من ممکنه بخوام اینجا یه نوشته بذارم یا هر کار دیگه بکنم مثلا یه هر چیزی هر چی بخوام میتونم اینجا الان جای این نقطه بذارم اینجا من الان یه تکس ممکنه بخوام بنویسم به اسم مثلا رادم حالا خیلی اندازش بزرگه یه مقدار میخوام ترش بکنم بازم تر خیلی کوچیک شد و حالا این نوشته رادامون رو انتخاب میکنم و میذارم اینجا و حالا من اگه بیام توی پراپرتیزش پوزیشن رو انتخاب بکنم چون به هر حال ترک ما یه پراپرتی پوزیشنی جابجایی جایی توی تصویره شما پوزیشن رو انتخاب میکنید روش رایت right کلیک یا کنترل کلیک میکنید و ترک حالا اینجا اون آنالیز آنالایز موشنتون رو درگ میکنید توش ممکنه بگین خب الان نوشته که جابجا جا شد نوشته رو یه بار دیگه بعد بذارید سر اونجایی که میخواید مثلا من اینجا میذارمش به این نقطه حالا اگه یه بار با هم تصویر رو ببینیم همونطور که شما میبینین نوشته رادان میچسبه به اون چیزی که شما ترک کرده بودید ما یه روش دیگه هم داریم که اسمش مچ موه. شاید از این روش یه مقدار دقیق تر و شاید از یه جهت هایی هم برای کارهایی استفاده دیگه هم میشه ازش کرد به خاطر همین یه مقدار گستره کاری که میتونیم باشه انجام بدیم بیشتره اون رو توی قسمت بعد با هم میبینیم پس درس بعدی مجموعه